السی عزیز، هیچ می دانستی که آسمان پاریس درست رنگ چشمهای توست وقتی که می خندی و ابرهایش عین گونه های مثل هلوی تو درست عین آنها. من در پاریس هستم، باورت می شود؟ در این دومین مرحله از سفرم، من از قایق سواری بر رود سن، تماشای موزه لوور، گشتن در کامپوزلیزو و بالا رفتن از برج ایفل لذت بردم. امیدوارم که شنیدن ماجراهای سفرم حوصله‌ات را سر نبرد، چون دلم می‌خواهد هر کاری کردم برای تعریف کنم. آماده ای؟
یه روزی همه چیز رو ول میکنم و میرم تو بوی تورای ماهیگیری تازه از دریا در اومده. این جزیره مال تو، اون جزیره مال من، دنبال مرغای دریایی گیلکوبان. دنیاهایی هست که به فکرتونم نمیرسه. شکوفه ها با غرش باز میشن، بخار از خاک با غرش بیرون میزنه. مرغای دریایی سفید، وای مرغای دریایی سفید، توی هر دونه پرشون یه شوق دیگه است. یه روزی دریا تا خرخرم، یه روزی خورشید تا خرخرم، یه روزی دیوونه ی دیوونه. می زدم دهنم خشک می شد. رویم را به طرف شیشه مدور پنجره برگرداندم و چیزی نگفتم. اگر می خواستم دلم شور نزند، باید فرسنگ ها فرسنگ دور از اینجا توی همان چهار دیواری خانه خودم بند می شدم و سرم را مثل خال خواب رفته های دوروبرم با گلدوزی و آشپزی گرم می کردم. همیشه از تو کنج خانه افتادن و انگوش شویدن و روز را شب و شب را روز کردن اوغم نشسته است. در آن لحظه فقط خلقم سر جا نبود. مدتی بود درست حسابی نخوابیده بودم. شاید هم علتش خرابی هوا و سر و صدای یک بند موتور کشتی و آن دود چربی بود که از شکاف تیرها توی اتاقک می پیچید. هنوز کلی راه پیش رو داشتیم و هر جور بود باید تاب می آوردم مبادا تو دل آنتونیو را خالی کنم. در آن دو روز فقط دو بار روی عرشه رفته بودم. همش آب بود و موجهای سیاه. همین که آفتاب پشت لکه های ابر پایین می رفت، هوا سرد می شد و کلاف های نرم دمه روی عرشه را می گرفت و همه می چپیدن توی اتاقک هاشان. اجاقی نبود که خودمان را گرم کنیم. تو تاریکی سرما را بیشتر حس می کردیم. پتوی دور خودم می پیچیدم و از پنجره سوسوی تک و توک ستاره ها را توی آسمان نیلی تماشا می کردم. تا چشم کار می کرد، تا خط افق فقط آب بود. اثری از مرغ های دریایی هم نبود. آنتونیو می رفت تو راه رو چپق می کشید و اگر دست می داد چند کلمه ای با مسافرها یا جاشوها حرف می زد. من سرم را با قطب نما و نقشه برزنتی تاشوی کوچکمان گرم می کردم و گاهی هم به کتاب راهنمای جغرافی فراریوس نگاهی می انداختم. اما چشم هام سیاهی می رفت. هر روز فقط 3 یا 4 فرسنگ دریایی پیش می رفتیم. البته اگر باد موافق بود و در بندرگاه های سر راه لنگ نمی کردیم. بامداد روز سوم تو جزیره کوچکی در بحر احمر یک زوج جوان سوار کشتی شدند و حاضر بودند هر چقدر که ناخدا بگوید به او پول بدهند. در فاصله دوری از جزیره لنگر انداخته بودیم تا جاشوها به ذخیره آب و آذوقه و سوخت کشتی برسند. ناخدا موتور را خاموش نکرده بود. زن و مرد جوان خودشان را با قایق به کشتی رسانده بودند. زن سراپا سیاه پوشیده بود و با سربند سفید سوزندوزی شده ای موهاش را بالای سرش بسته بود. چشمهای درشت سبزی داشت و حلقه ای با نگین یاقوت به گردنش انداخته بود. مرد میانه بالا و باریک بود و دشنه ای به کمرش بسته بود. اولش با ناخدا به زبانی حرف زد که چیزی از آن سر در نیاوردیم. فقط یک جامدان چرمی همراهشان بود. جاشوها به دستور ناخدا آنها را کنار ما تو اتاقک ته راه رو جا دادند. غروب همان روز در هوای نیمه ابری و مهالود چند قایق با سرنشین‌های مسلح راه کشتی را توی تنگه‌ای بستند.
مردهایی که تفنگ‌های لوله بلند فتیله‌ای دستشان بود از طناب‌های کشتی بالا آمدند و از ناخدا سراغ زوج جوان را گرفتند. پاچه‌های شلوارشان تا بالای ساق نوار پیش بود و سیبیل‌های چخماقی داشتند. یکیشان که زخمی کهنه روی پیشانیش بود و انگار تو دماغش حرف می‌زد گفت: فراری هستند. حکم تیرشان را داریم. آن حرامی یکی از نوه‌های پاشای بزرگ را دزدیده و حرمت اجدادی ما را زیر پا گذاشته. هر جا که پیداشان کنیم حق داریم خونشان را بریزیم. ناخدا گفت: ما همچین زوجی نداریم تو کشتی. مرد صورت زخمی که پیدا بود فرماندهشان هم هست گفت: میدانی که میتوانیم کشتیت را تفتیش کنیم. ناخدا باز گفت: ما همچین زوجی نداریم تو کشتی. سر و کله جاشوها یکی یکی روی عرشه پیدا شد. میدانستیم هر اتفاقی که بیفتد آنها پشتی ناخداشان را میکنند. چند تاشان تخماق یا چنگک یا چنبر تناب دستشان بود. مسافرها از لای در اتاقک ها سرک می کشیدند. حتم داشتم زوج فراری هر کجا که بودند این گفتگو را می شنوند و لابد حالا دل توی دلشان نیست. بازوی آنتونیا را چسبیده بودم و از بالای شانه اش سینه عرشه را می پاییدم. پیدا بود ناخدا بنا ندارد اجازه بدهد کشتی را تفتیش کنند. مرد صورت زخمی که پرهای دماغش می پرید گفت: شما که نمی خواهید جلوی ما در بیایید. ناخدا که یک سر آن طرفتر روبرویش ایستاده بود گفت: خودتان چی فکر می کنید؟ صورت زخمی سر و شانه جنباند و برگشت نگاهی به آدمهای پشت سرش انداخت. و آب دهنش را ریخت روی تخته های عرشه جلوی پای ناخدا. سینه اش را باد کرده بود و نفس نفس می زد. دم بالای سرمان داشت غلیظ‌تر می شد. مرغ ماهیخواری بنا کرد به جیغ کشیدن. با آنتونیا گفتم چرا بهشان اجازه نمی دهد. آنتونیا گفت: برای ناخداها کشتی حکم ناموس و خانهشان را دارد. پای شرف و غیرت در میان است. گفتم: شاید نمی خواهد چشمشان بیفتد با آن بشکه های باروت. آنتونیو گفت اگر همچین واهمه ای داشت سر ضرب تحویلشان می داد. بیان که به من نگاه کند سر پنجه هاش بلند شد. تخته های کف راه رو بنا کردند به لرزیدن و یک هو سر و صدایی روی عرشه بلند شد. سایه های شبهواری از جلو من گذشتند. ندانستیم زن و مرد جوان از کجا و چه جور خودشان را به پاشنه کشتی به بالای اتاقک ناخدا رساندند و زیر پرچم انگلیس که در باد لطمی زد پناه بردند. مرغی که روی عرشه مه گرفته بال بال می زد همانطور جیغ می کشید. جاشوی هندی که سر بلند کرده بود و در پی مرغ چشم می گرداند گفت: هیچ شگون نداره. پناه بر خدا. صورت زخمی که با سینه جلو داده نفس نفس می زد گفت: می دانستم اشتباهی نیامده ایم. خب حالا چه می گویید ناخدا؟ ناخدا شانه بالا انداخت و گفت: من به حکم قانون باید هوای مسافرهام را داشته باشم. برام هم هیچ فرقی نمی کند که اصلیت و اهلیتشان چه باشد. صورت زخمی گفت: باید تحویلشان بگیریم. ناخدا گفت: شما که نمی خواهید من اجازه بدهم جلو چشم این همه آدم از پرچم ملکه هتک حرمت بشود. پرچم امپراتوری هر جا باشد رسم و قانونش را با خودش دارد. باید بدانید این یک عرشه خشک و خالی نیست. پاتوخاک سرزمین ما گذاشته اید شما. صورت زخمی نگاهش را از زوج جوان که پای پرچم زانو زده بودند گرفت و زل زد به ناخدا. گرهی به ابروهاش انداخت و پا به پایی کرد و با صدای بلند گفت: خاک سرزمین شما روی آبهای ما. ناخدا گفت: شما حالا روی عرشه نووا هستید. صورت زخمی گفت: این حرف آخرتان است. ناخدا گفت: این حرف اول و آخرم است.
صورت زخمی رو کرد به آدم‌های دور و برش و با صدای تو دماغیش به ترکی عثمانی چیزی به آنها گفت. با دستش هم اشاره‌هایی کرد. نمی‌توانستم روی پاهام بند شوم. بند انگشت‌هام گزگز می‌کرد. با آنتونیو گفتم من که هیچ خوشم نمی‌آید. دارد اتفاقی می‌افتد؟ آنتونیو گفت نمی‌دانم. صورت زخمی قبضه شوشکش را که منگوله‌های چرمی داشت تو مشتش فشرد و روی پنجه پاهایش بلند شد و گفت اینطوری دنیا به آخر نمی‌رسد ناخدا. ما هم آدمی نیستیم که چیزی از یادمان برود یا دشمن خودمان را ببخشیم. ناخدا گفت دنیا که به این مفتی به آخر نمی‌رسد، حتی اگر چیزی از یادمان نرود یا دشمنمان را هم نبخشیم. صورت زخمی گفت خیلی خوب، می‌توانید راهتان را بکشید و بروید، اما دیر یا زود باید یک جایی لنگر بیاندازید تا این مصطفی کمال حرامی را پیاده اش کنید. تا آخر دنیا که نمی‌توانند پناه بگیرند تو این کشتی. ناخدا گفت از کشتی که پیاده شوند نگهداری از جاشان با خودشان است. تو خشکی هر کس جانش دست خودش است. مرغی که روی عرشه بال بال می‌زد نشسته بود روی کلگی قوس‌دار دماغه کشتی. سرش را فرو برده بود تو پرهاش و به آدم‌های روی عرشه نگاه می‌کرد. صورت زخمی لبخند زد و گفت باز هم همدیگر را می‌بینیم ناخدا. ناخدا سرش را تکان داد و گفت تا آن روز. اول صورت زخمی و پشت سرش تفنگچی ها یکی یکی از تنابهای گرهدار روی بدنه کشتی پایین رفتند. راستی راستی داشتند فلنگشان را می بستند. تا سوار قایقهاشان بشوند و از جلوی کشتی کنار بروند صدا از کسی در نیامد. خوشحال بودم از اینکه تفنگچی های ترک شرشان را از سر زن و مرد جوان کم کرده بودند. آنتونیو گفت خاطر جمع نباش. این تفنگچی هایی که من دیدم دست از سرشان بر نمی دارند به این زودی. بعد گفت تو همچین سرزمین هایی عشق دزدانه عاقبت به خیر نمی شود، چون هم چوب قانون را می خورد هم چوب عرف و سنت را. برای همین تو ادبیاتشان این همه تراژدی عشق یک طرفه هست. شور عشق باید به سر آدم باشد تا دست تو سوراخ زنبور بکند. همین که هوا تاریک شد ابر کبودی یک دست آسمان را پوشاند. چپیدیم تو اتاقکمان. باد بنا کرد به نالیدن و بعدش برق شروع کرد به زدن و رعد هم بنای قریدن گذاشت. پشت بندش باران گرفت. آن هم چه بارانی. انگار خیک آسمان پاره شده باشد. دریا هم ناآرام بود. دفترم را در آوردم تا زیر نور شعله شمع کوچکی گزارش آن روز را قلم انداز بنویسم. همین چیزهایی که حالا دارم برای شما می نویسم. آنتونیو هم کتاب تاریخ گزنفون را دستش گرفته بود. پیش از سفرمان هم آن را خوانده بود. آنچه نظرش را می گرفت برایم نقل می کرد. مجبور بودم دوات شیشه‌ای جوهرم را دستم بگیرم. زور رد آنقدر زیاد بود که از جایم می پریدم و هر بار آنتونیو می زد زیر خنده. حس می کردم کشتی دور خودش می چرخد. کلمه ها جلوم روی صفحه کاغذ در هم و بر هم می شدند. سوز باد از شکاف در اتاقک من تو می زد. گفتم دارد طوفان می شود انگار. آنتونیو گفت اینطور که گزنفون گزارش کرده تو همچین سرزمین هایی وقتی طوفان های موسمی بگیرد تب و مرض هم سر و کلهش پیدا می شود. گفتم دعا می کنم که سر و کله تفنگچی های ترک پیدا نشود. آنتونیو گفت آن دو دلداده دعای من و تو را هیچ لازمش ندارند. تو این دنیای درندشت همین که یکدیگر را دارند برایشان بس است. خیال می کنم بشود روی قول این ناخدا حساب کرد. تا وقتی مصطفی کمال و عروسش توی این کشتی هستند جاشان امن است. گفتم مثل من و تو. هنه هنه کوه
از پنجرش که مشرف به پشت بام ها بود، بندرگاه دیده می شد و صدای ناقوس کلیسا تمام روز بی وقفه به گوش می رسید و صدای قطار و گاهگداری آن هم شبها از رخت خوابش می شنید و آغاز شده بود عشقش به دختری در آپارتمان روبرویی. با همه اینها این شهر را ترک کرد و رفت به شهری دیگر. Thank you.
مادر مادر بزرگم زیبا بود. با پدر پدر بزرگم آمده بود روسیه. پدر پدر بزرگم برای مادر مادر بزرگم در جزیره واسلیستروو پترزبورگ خانه بزرگی گرفت. پدر پدر بزرگم اما در روسیه به این ور آن ور سفر می کرد و برای مردم روس بخاری می ساخت. بخاری های گرد می ساخت و چهارگوش و دیواری و کنجی و بزرگ و کوچک. غیبتش طولانی بود. به مادر مادر بزرگم نامه می نوشت و وقتی نامه ها می رسیدند مادر مادر بزرگم پرده های سنگین قرمز مخملی پنجره ها را کمی کنار می کشید و در باریکه نور روز نامه ها را می خواند. آن سالها در جزیره واسلیستروو پترزبورگ علاوه بر بازرگان های خارجی با خانواده هایشان جمعی از هنرمندان و روشنفکران روسی هم زندگی می کردند. طولی نکشید که به این گروه خبر زن آلمانی رسید. یک آلمانی زیبا، رنگ پریده، با موهای روشن که گویا آن بالا کنار میدان مالی زندگی می کرد. تقریبا همیشه در آن خانه تنها بود. خانه آنقدر تاریک، سرد و بی صدا که انگار ته دریا. هنرمندان و روشنفکرها سرکلهشان پیدا شد. مادر مادر بزرگم با دست خسته و لاغرش اشاره می کرد تا وارد شوند. کم حرف می زد. چیز زیادی هم نمی فهمید. از لای پلک‌های سنگینش آرام و خواب زده نگاه می کرد. پدر پدر بزرگم غیبتش طولانی بود. بنابراین مادر مادر بزرگم فرصت طولانی برای عشق‌بازی داشت. با احتیاط و با فکر عمل می کرد. کمترین اشتباهی نمی کرد. دست‌های سردش را با سماور گرم می کرد و روح یخ‌زده‌اش را با قلب‌های آتشین عشاقش. یاد گرفته بود از بین واژه‌های این زبان بیگانه و نرم این کلمات را بشنود. ظریف‌ترین سپیدارها. در باریکه نور روز نامه‌های در مورد بخاری‌های زغال‌سنگی را می‌خواند و بخاری‌های لوله‌دار و بیلوله را و تمامشان را هم در بخاری دیواری می‌سوزاند. خود را به دست عشاقش می‌سپرد. شب‌ها قبل از خواب ترانه دشت هولشتاین را زمزمه می‌کرد و وقتی عشاقش با کنجکاوی نگاهش می‌کردند لبخند می‌زد و هیچ نمی‌گفت. پدر پدر بزرگم قول داد که به زودی برگردد. به زودی با هم به آلمان برگردند. اما نیامد.
Something's rattling somewhere inside, and it sounds like it's broken, but in a place I can't find. And it only gets louder with time. حالا از پنجرش درختان سپیدار دیده می شوند در طول کانال. روزها باران می بارد، شبها ماه بیرون می آید و در میدان روبرویی یک شنبه بازار به پا می شود. اما فکر او را همیشه سفری، پولی، نامه‌ای، چیزی به خود مشغول می کند.